جناب آقای نوزاد، تشکر از میزبانی امروز و تشکر از اینکه زحمت کشیدین و این برنامه را امروز فراهم ساختین. در قدم اول اگر شما خوش آمدی میخواییم بگوییم بفرمایید. تشکر حبیبی سخت. با عرض سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان و سروران گرامی که از حومه های دور و نزدیک اینجا تشریف آوردید و می خواهیم همه با هم روز همبستگی هزاره ها را تجلیل کنیم. و تشکری ویژه داریم از سفیر جمهوری اسلامی افغانستان جناب عباس نویان که تشریف آوردن، خواهر گرامی ما زینب مزاری، یگانه یادگار رهبر شهید وحدت ملی افغانستان، خانم صدیقه مباریز، وکیل اسبق مردم در شورای ملی افغانستان، و خانم لورینا نماینده پارلمان افغانستان در سویدن، و دکتر سب امین زواری، جناب ضیا قاسمی، دیگه تمام دوستایی که از شهرهای دور و نزدیک، از بولنیس دوستای ما تشریف آوردن، از ویستروز تشریف آوردن، از مالمو تشریف آوردن، انجمن تعاون سبز، حضور تک تک شما را خیر مقدم عرض میکنم و خوش آمدین در برنامه خودتان. تشکر آقای نورزا. از کل لسه یا نگره ارد که سوینسکا اکسا از شما لورینا کنند پشستگاه. Jag skulle passa på att säga något och tacka dig för att du kommit på dagens event. Vi ska ha ditt givande tal kanske lite senare under programmet. Tack för att du kommit på eventet. تشکر. هرچند شاید بسیاری از دوستا آشنا باشن، ولی من دوست دارم که خیلی کوتاه و مختصر راجع به شورای جهانی هزاره معلومات. شورای جهانی هزاره یک نهاد اجتماعی فرهنگی و حقوق بشری است که سال 2012 بدین سو در سویدن آغاز فعالیت نموده است. ما در راستای دفاع از حقوق هزاره ها در سرتاسر جهان و همچنان گروه های اقلیت های اجتماعی، زنان و کودکان کار میکنیم و تلاش میکنیم تا از حقوق آنها دفاع گردد. و همچنان ما در خصوص ادغام اجتماعی در سویدن و دیگر کشورهایی که نیاز هستند، مهاجرین ما میآیند، ما تلاش میکنیم که ادغام اجتماعیشان صورت بگیرد. تشکر. هدف از برگزاری برنامه امروز چیست؟ دلایل متفاوت وجود دارد و ما میخواهیم فقط صرف به دو دلیل آن اکتفا کنم و بقیهشان میمانم به سخنرانای ورزیده ای که امروز تشریف آوردن در مورد دیگر گزینه هایشان صحبت بکنن. اولی که هزاره ها یک سیر تاریخی در حقیقت دارن. اولین سیر تاریخی به چی معنا؟ از زمان قتل عام هزاره ها توسط عبدالرحمن ظالم، بعد توسط گروه های طالبان و گروه های حقانی و گروه های تروریستی، و بالاخره در سال 2011 هزاره های پاکستان ما در پاکستان قتل عام شدن، و بعد از او تمام هزاره ها در سرتاسر جهان در اول اکتبر گرد هم آمدن و بالاخره در 29 شهر و 17 کشور جهان تظاهرات مدنی برپا کردند که ما همین گزینه را به عنوان روز همبستگی هزاره ها گفتیم به او خاطر. دلیل دیگه ایشان ای است که هزاره ها نیاز به یک همبستگی واقعی دارند، باید همبسته و متحد شوند تا بتوانند حقوقش را در حقیقت از پیش ظالمانی امروز در حقیقت بگیرند. به این دلیل ما پیشگام شدیم تا همبستگی واقعی را در افغانستان و جهان بین هزاره ها ایجاد کنیم و این اولین قدمشان است و ما ادامه خواهد دادیم. بسیار خوب. یکی از موضوعات خیلی حساس و جدی سیاسی امروز مسئله پروسه صلح در پایتخت قطر در دوحه است که جریان داره فعلا. موقف شورای جهانی هزاره در این مورد چی است؟ ما شورای جهانی هزاره به عنوان یک نهاد حقوق بشری مسئولیت دارد که تمام مذاکرات صلح در افغانستان را زیر دروبین حقوق بشری تعقیب بکنند و ما این کار را انجام میدیم. چرا؟ به خاطر دفاع از حقوق اقلیت ها، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان،
چون هزاره ها یکی از جمله گروه های بودن که در دوران زمامداری حکومت طالبا شاید آسیب بیشتری دیده باشد. از اون لحاظ نیاز میبینیم که ما پروسه صلح را در افغانستان تعقیب بکنیم و یک زمان نشوا که دستاوردهای نسبی که حکومت فعلی افغانستان به دست آورده و این قربانی آوردن ملا برادر یا قربانی صلح در افغانستان شود و با او خاطر برای ما مهم است. ما یک چند پیش یک کنفرانس ویدیویی را با میزبانی اتحادیه سلسال جناب رضایی صاحب اینجا است ایجاد کردیم و موفق به نوشتن پروتکل 6 فقره‌ای شدیم که بازتاب جهانی پیدا کردند و دوستان میتونن که در صفحه فیسبوک شورای جهانی هزاره رفته در اونجا بیشتر در مورد موضع شورا و بقیه انجمنهای سویدن معلومات کسب کنند. بسیار عالی. و در آخر اگر پیام خاصی شما داشته باشیم؟ من دو پیام دارم. اولی که ما هزاره ها افرادگرا نیستیم و از افرادگرایی متنفریم و ای را یک سرطان یا یک غده سرطانی می دانیم که باید از جامعه برکنده شد و تلاش بکنیم به خاطر از بین بردن این غده سرطانی و از تمام بقیه ملیت های ساکن در افغانستان همچنین توقع داریم تا تلاش بکنن مثل ما امین غده سرطانی را از بین ببره تا یک افغانستان آباد و سربلند داشته باشیم و بتوانیم در اونجا همه با هم مثل یک برادر زندگی بکنیم و هزاره بودن به عنوان هویت ما بر ما شرم نباشه و تاجیک بودن بر یک کسی دیگه و پشتون بودن با کسی دیگه ما باید همه با هم. موضوع دیگه، موضوع پیام دیگه به هزاره هاست. هزاره ها در یک شرایط خاصی قرار دارد. اتحاد و همبستگی ما هرچی بیشتر نیاز می شود که در این برهه باید انجام شود. ما در یک وضعیت واقعا قرار داریم که این پراگندگی ها و این عدم اتحاد به نتیجه مطلوبی که ما می خواهیم نمی رساند. بنابراین اتحاد و انسجام ما باعث قدرت و قوت ما می شود و ما ای اتحاد و انسجام را نه به خاطر ای تلاش میکنیم که در مقابل یا کسی دیگه موضع بگیریم، بلکه به خاطر حمایت از دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان و همچنان دنیای غرب. و همچنان از دوستا خواهش میکنم کسایی که با آرمان شورای جهانی هزاره و اهداف شورای جهانی هزاره موافق هستند، لطف نموده همین فرم عضویت ما را خانه‌پوری کنین. امروز در دنیای غرب چیزی که بسیار مهم است اعضا برای یک ارگان است. اگر شما عضو شورای جهانی هزاره شوین و ما تلاش بکنیم که از حقوق تک تک شما دفاع کنیم و یک نماینده یا خوبی برای شما در خدمت باشیم. زنده باد. به امید چنین روزی و افتخار شما. تشکر از تک تک شما. یک بار دیگه از حضور تک تک شما خوش آمدید میگم. سلامت باشید. تشکر.